Música کتاب سقوط قسطنطنیه من به آن زن گفتم اینک تصمیم شما چیست آیا می خواهید بروید یا میمانید؟ اگر قصد داشته باشید بروید من ممانعت نمی کنم و عقب شما به راه نمی افدم و تملق هم نمی گویم زن گفت اکنون من اختیاری از خود ندارم یعنی مجبورم که بمانم حس می کنم که یک قوه شگفت و مرموز مرا وامی دارد که از شما پیروی کنم آن وقت من و او از کلیسا خارج شدیم زن که دید که روز به انتها رسیده و تاریکی فرود می آید گفت ما باید از هم جدا شویم و من مراجعت کنم گفتم بهترین از موافقت نمایید که شما را به نزدیک منزلتان برسانم تاریکی از آسمان فرود می آمد و به تدریج گنبد سبز رنگ کلیسه های قسطنطنیه را تیره می نمود. خدمه منازل توانگران و اشراف چراغ مقابل خانه ارباب خود می و در عقب ما یک سگ کوچک زرد رنگ حرکت می کرد. در آن روز به علتی که من نتوانستم بفهمم سگ مزبور دنبال من افتاد و بعد از اینکه از خانه خارج شدم مرا تعقیب کرد و تا کلیسای هواریون دنبال من آمد بعد از اینکه وارد کلیسا شدم سگ در خارج انتظار کشید تا مراجعت نمایم و بعد از بازگشت باز مرا تعقیب نمود بعد از خروج از کلیسا به زن گفتم بهتر است از راهی برویم که شما را به منزلتان نزدیک کند و زن موافقت کرد. ما قدم زنان از مقابل میدان قدیم عرابرانی یونان که امارات آن ویران شده بود گذشتیم. معلوم نیست که میدان مذکور در چه اصری ساخته شده. ولی همه میدانند که در ادوار قدیم یونانی ها در آن میدان مسابقه ارابرانی ترتیب میدادند و کسانی که در مسابقه ها گوی سبقت را میرو بودند جایزه می گرفتن. در دوره ای که سرگذشت من شروع می شود جوانان یونانی در آن میدان مشق تیراندازی میکردند و زوبین پرتاب می نمودن یا سوار بر اسب چوگان بازی مشغول میشدند. با اینکه امارات میدان اسبدوانی از قرنها به این طرف ویران شده بود در روشنایی کمرنگ مغرب آن ویرانه ها با شکوه جلوه می نمود. پس از اینکه از کنار میدان عرابرانی قدیم گذشتیم گنبد بزرگ کلیسای ایاسوفیه از دور در آسمان نمایان شد آنگاه به کاخ عظیم و متروک امپراتوران رومی شرقی رسیدیم با اینکه هوا تقریبا تاریک شده بود یک چراغ در آن کاخ متروک روشنایی نمیداد و هرچه نزدیکتر می شدیم آثار کهنگی آن قصر بیشتر به نظر می رسید. ستونهای بزرگ مرمر آن کاخ بر اثر مرور زمان زرد شده بود. دیوارهای قصر شکاف برداشته بود و در باغ از فواره ها آب در حوزها نمی ریخت و برگهای درخت چنار سطح زمین را پوشانده بود. ها بر بالای درختها بر آن کاخ نوه سرایی می کردن. من و آن زن وقتی نزدیک کاخ رسیدیم گامها را آهسته کردیم آنگاه پشت یکی از ستونهای کاخ متروک قرار گرفتیم و در آن موقع ستاره شب در آسمان طلوع کرد در آن هنگام زن به من گفت من باید مراجعت کنم شما هم نباید با من بیایید زیرا از اینجا به بد آمدن شما با من خطرناک است گفتم بسیار خوب من با شما نمی آیم. ولی می ترسم اگر تنها بروید چون لباسی فاخر در برداری دوست ها شما را لخت کنند یا گداها مزاحم شما شوند زن گفت در اینجا نه دوست هست نه گدا ولی البته در حوزه بندری قسطنطنیه و نزدیک اسکله ها دوست و گدا فراوان است دانستم که زن درست می گوید دزد و گدا در محلات اشراف نشین قسطنطنیه وجود ندارد یا به ندرت وجود دارد در واقع فقط بعضی از ها مقابل کلیساها می ایستند یا می نشینن و با اینکه همه سالم هستند خود را به ناخوشی می زنن و یا گردنی کج می کنند و به زمین می دوزن و با صدایی محزون می گوین ترحم کنید در واقع ترحم آنها بدین منظور است که اموات چشم به راه هستند وقتی یک لاتینی از مقابل کلیسا میگذرد و به آنها صدقه ای می دهد پس از دریافت پول مانند کسانی که در حال نزع بوده اند ولی آن لاتینی آنها را از مرگ نجات داده از ته دل تشکر می و میگویند خداوند به شما پاداش دهد، اموات شما را بیا مرزد. ولی همین که لاتینی پشت کرد از فرط نفرت و کینه آب دهان بر زمین می و به او ناسزا می گویند. پول او را با انگوش ها میبالند تا اینکه اثر دست مرد لاتینی از روی پول زایل شود. زیرا آنها عقیده دارند که آن پول چون از طرف یک لاتینی لمس شده نجس است و باید آن را پاک نمود. قبل از اینکه از آن زن خدا حافظی کنم از او پرسیدم. چه موقع می توانم شما را ببینم؟ زن در جواب با لحنی حاکی از استراب گفت. واقعا نمیدانم چه موقع یکدیگر را خواهیم دید. زیرا هرگز اتفاق نیفتاده که من برای ملاقات با یک مرد از خانه خارج شوم. گفتم آیا برای شما امکان دارد که بدون اطلاع دیگران به منزل من بیایید؟ این را هم بگویم که من نوکری دارم که جاسوس من است و گاهی مرا تعقیب می کند که بداند کجا می روم. ولی او را از خدمت اخراج می کنم تا ورود شما را به خانه من نبیند. زن چند لحظه سکوت کرد و من از ادامه سکوت او مشوش شدم و گفتم از این جهت درخواست کردم که به منزل من بیایید که در آنجا ملاقات ما پنهانی باشد و کسی مطلع نخواهد شد که ما یکدیگر را دیده ایم. مطمئن باشید که شما در خانه من امنیت خواهید داشت من نسبت به شما اساعی ادب نخواهم کرد آیا میفهمید چه میگویم؟ زن گفت بلی میفهمم چه میگویید ولی به شما توصیه می کنم که نوکر خود را از خدمت اخراج نکنید چون در این شهر تمام خارجی ها تحت نظر هستند و همه جاسوس دارند همان بهتر که جاسوس شما نوکرتان باشد چون او را میشناسید. اگر نوکرتان را از خدمت اخراج کنید فکر می که شما قصد جاسوسی و توطعه دارید. آن وقت جاسوسانی برای نظارت بر شما انتخاب می کنند که ممکن است شما را به قتل برسانند یا به حبس بگندازند. اما در خصوص آمدن من به منزل شما یک هفته بعد از این یک روز من قبل از ظهر به خانه شما می گفتم بگذارید بگویم که منزل من کجاست خانه من در قسمت اولیای حوزه بندری پشت محله ونیزی ها واقع شده خانه ایسچوبی که در نظر اول شناخته می شود زیرا یک شیر سنگی کوچک جلوی خانه ام نصب کردهاند زن تبسم کرد و گفت من همین دیروز خانه شما را دیدم بعد از اینکه مقابل ایا صوفیه از شما جدا شدم خواستم قدری گردش کنم و به همراهانم گفتم که مرا به طرف حوزه بندری ببرند در آنجا پشت محله ونیزی ها خانه چوبی شما را دیدم و نظر به درون خانه دوختم که شما را مشاهده نمایم ولی شما در خانه نبودید شیر سنگی مقابل خانه شما را هم دیدم و در هر حال به محض اینکه آن خانه را مشاهده کردم متوجه شدم که منزل شماست امیدوارم که خداوند خانه شما را آباد کند و به مسکن شما برکت دهد بعد از این گفته زن از من خدا حافظی کرد و به راه افتاد و به زودی در تاریکی ناپدید شد آن وقت من هم به طرف خانه رفتم بعد از اینکه قدری راه پیمودم از بیخبری اشراف قستندن حیرت نمودم چون هنگام عبور از مقابل خانه های آن محله که توانگران در آن سکونت داشتن از خانه ها صدای موسیقی را می شنیدم. از بعضی از منازل هم همه ی جشن به گوش می رسید و راه یه اطعام به مشام می رسید. معلوم می شد که توانگران ولیمه می و در منازل خود جشن اقامه می کنند. مثل اینکه هیچ یک از آنها متوجه نیستند چه خطر بزرگی قسطنطنیه را تهدید می کند. لیکن من که از اردوگاه ترک ها آمده بودم می دانستم چه تدارک ها برای حمله به پای تخت امپراتوری روم شرقی می شود. من در اردوگاه ترکها ها دیدم که سلطان محمد پادشاه جوان ترک با دست خود خشت می مالید و آنها را در کوره می گذاشت تا اینکه پخته و مبدل به آجر شود. من با چشم خود می دیدم که پادشاه جوان ترک مثل یک بنا گچ قیس می کرد تا اینکه بتوان در آن طرف بغاز بسوفر استحکامات ساخت و چون پادشاه در ساختن استحکامات شرکت مینمود تمام وزرا و عمرای او این کار را می کردن. من تصور نمی کنم تا امروز برای حمله به یک شهر در یک مدت کم نیرویی به اندازه نیروی ترک ها فراهم شده باشد. وقتی من از اردوی سلطان محمد گریختم همه چیز برای حمله به قسطنطنیه آماده بود. در واقع افسران و سربازان برای حمله به پایتخت امپراتوری روم شرقی فقط منتظر فرمان سلطان محمد بودند. ترک ها در طرف مشرق بغاز بوسفر استحکاماتی به وجود آورده بودند. در آن منجنیق و توب کار گذاشته ان و توبهای استحکامات که با مفرق ساخته می شود در خود محل ایجاد می گردد. زیرا به قدری سنگین است که هرگاه در جای دیگری بسازن انتقال آن از کارخانه توپسازی به استحکامات خیلی دشوار می شود. و توبهای سلطان محمد سراسر بغاز بصوف را تحت نظارت قرار داده بود. در حال حاضر نه یک کشتی میتواند از دریای سیاه وارد دریای مرمره شود و نه یک سفینه از دریای مرمره به دریای سیاه برود یک ماه قبل یک کشتی ونیزی قصد داشت که از دریای سیاه وارد دریای مرمره شود و خود را به قسطنطنیه برساند قشون سلطان محمد به ناخدای ونیزی امر کردند که توقف کند و تسلیم شود اما ناخدای مزبور به اختار قشون سلطان ترک اعتنا نکرد و به راه خود ادامه داد ولی قبل از اینکه یک صد زر راه طی کند توبها و منجنیخای سلطان محمد کشتی ونیزی را غرق نمودند ناخدا و کارگران آن را به وسیله زورخا دستگیر کردند و به اردوگاه خود بردند بر حسب امر سلطان محمد ناخدا حلقاویز شد هنوز به طوری که من اطلاع دارم لاشه او مقابل استحکامات ترک ها از دارا است و اطراف جسد حلقاویز ناخدا مقداری دست و پا دیده می شود. در حقیقت بعد از اینکه ناخدا را به دارا سلطان محمد گفت که از هر کارگر یک دست و یک پا قطع کنند و اطراف لاشه ناخدا بر زمین بیندازند. فقط چهار تن از کارگران بدون عیب و نقص آزاد گردیدند تا وارد قسطنطنیه شوند و آنچه را دیدن برای سکنه شهر حکایت کنند اما اشراف شهر با اینکه آن واقعی را شنیدن دست از عیش و خوشگذرانی خود بر نداشتند چون خطر سلطان محمد و ترک ها را کوچک به شمار می آوردن. من فکر می کنم که خود قسطنطین امپراتور یونان متوجه اهمیت خطر است وگرنه دستور نمیداد که حصار قسطنطنیه را مرمت کنند اکنون عده کثیری از کارگران مشغول ترمیم حصار شهر هستند سنگ های یک قبرستان بزرگ را که در خارج شهر قرار گرفته به داخل منتقل می کنند و در حصار به کار می برند. این کاریس عاقلانه چون اگر سلطان محمد شهر را محاصره کند از سنگهای آن قبرستان برای گلوله منجنیق استفاده می کند. در واقع تمام آنها را با منجنیخ های خود به داخل شهر میفرستد، ولی کسانی که متصدی امور مالی مرمت حصار قسطنطنیه هستند وجوهی را که باید صرف تعمیر حصار شود می دزدن. در حقیقت به ظاهر سازی و ماسمالی اکتفا می کنند و تمام سکنه شهر از این موضوع اطلاعی ندارند ولی هیچ یک از سارقین را مورد نکوهش قرار نمی دهند برای اینکه مردم معتقد هستند که استفاده از وجوه و اموال قسطنطین امپراتور یونان حلال است زیرا آن مرد با کلیسای کاتولیکی متحد شده و به دین خود و آبا و اجداد و ملت خود خیانت کرده و خوردن اموال او طبق سنن و قوانین شر در خور مزمت نیست. اشراف قسطنطنیه و به پیروی از آنها عوام و ناس از این جهت خطر ترک ها را کوچک می که فکر می کردن. که در گذشته ترک ها به دفعات در صدد تصرف قسطنطنیه برآمد لیکن شکست خورده اند و این مرتبه هم شکست می خورن. عوام نس عقیده داشتند که مجسمه عذرای مقدس باکره مقدس یعنی مرگم بهترین حافظ شهر قسطنطنیه می باشد. زنی که نانوایی دارد و من گاهی از اون نان خریداری می کنم. او برای من حکایت می کرد که چندی قبل سلطان مراد پدر سلطان محمد کنونی در صدد تصرف قسطنطنیه برآمد و شهر را محاصره کرد ولی اهالی مجسمه عذرای مقدس را از محل آن خارج کردند و بالای حصار شهر بردند همین که چشم ترک ها به شنل آبی رنگ مجسمه افتاد طوری متوحش شدند که های نظامی خود را آتش زدند و گریختند این مرتبه هم نیز به محض اینکه چشم آنها به مجسمه عذرای مقدس بیفتد خواهند گریخت زنی که در کلیسای هواریون با من ملاقات کرد گفت دنیای کتاب صوتی